اسْتَكْبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و شب خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و دوستداران قرآن مجید. آرزوی همیشگی ماست که الله متعال به ما توفیقی بیشتر عنایت بکنه تا بتونیم حیثیت و ارزش حقیقی کتاب اون رو درک کنیم و در سایه لطف و مرحمت او با قرآن کریم و با پیام الهی زندگی خودمون رو روح و حیات صحیح و درست بدیم، مسیر سعادت و خوشبختی رو گام برداریم و مایه سعادت و خوشبختی دیگران هم بشیم. کسی که مشعل هدایت قرآن رو به دست بگیره هم خودش مسیر زندگی درست رو پی خواهد برد و خواهد شناخت و هم دیگران رو در سایه این مشعل خواهد تونست به مسیر درست و صحیح رهنمود بکنه. امیدوارم که الله متعال این مشعل رو به دست ما بده و به ما توفیق نگهداری و به دست گرفتن این مشعل هدایت رو عطا بکنه تا اینکه هم سعادت و خوشبختی رو در دنیا به دست بیاریم و هم در آخرت. رسیدیم به آیه 30 سوره بقره. آیه 30 سوره بقره آغاز یک پاراگراف جدیدی از مطالب سوره بقره هست که در برگیرنده مرحله ابتدایی خلقت بشر و مسئولیت و مسیری که برای بشر تعیین شده درش وجود داره. این یادآوری در این زمینه در قرآن کریم علاوه بر سوره بقره در سوره های اعراف و هجر و در مواردی هم به طور مختصر و اشاره اومده، چه بحث خلقت و تکوین خلق انسان و چه بحث آغاز حیات انسان بر زمین و به همین صورت تجربه‌ای که انسان با دشمن خودش یا رقیب خودش که شیطان باشه به دست آورد و به همین صورت راه غالب شدن بر حسادت این رقیب دائم و ثابت و به همین صورت مسیری که برای انسان در راستای رسیدن به خوشبختی تعیین شده است. ما در ابتدا هم گفتیم که تمام موضوعات قرآن و تمام مطالبی که در کلام الهی اومده از سوره فاتحه خارج نیست. یعنی ما ام الکتاب در واقع مرجعی هست که تمام مفاهیم این کتاب ببر میگرده به این سوره، یعنی که اساس و پایه مفاهیم در این سوره جا گرفته هست. اما این داستان یا بحث آغاز حیات بشر و بیان تاریخ این مسیری که الله متعال براش تعیین کرد در واقع میخواد برامون باز همون بحث هدایت و
راه مستقیمی که پیش رومون هست رو با الفاظ یا با اسلوب دیگری برامون بیان کنه. خطاب قرآنی در ابتداء سوره بقره با خطاب به فرد رسول صلی الله علیه و سلم آغاز شد با ذالک و کاف هم گفتیم کاف خطاب هست و در قرآن کریم این اسم اشاره با خطاب مفرد هم اومده، با خطاب مثنا هم اومده، ذالکما مما علمنی ربی، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یعنی ذالک ذالکم ذالکما ذالکن ذالکن الذی لمتننی فیه. تمام این صیغه های یا این اشکال مختلف اسم اشاره همراه ضمیر مخاطب اومده. خطاب اول قرآن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اولین مخاطب به شمار میان آغاز میشه تا اینکه جایی هیچ گونه شبهه‌ای باقی نمونه و نیاد فردی در بعد از 14 قرن مدعی بشه که این کلام و این گفتار گفتار محمد هست و با اسلوب بلاغی ایشون در واقع خودش رو داره تداعی میکنه و خودش رو مخاطب قرار میده، اگر میگه قل هو الله احد یا میگه قل اعوذ برب الفلق. کثرت این اسلوب با خطاب اولیه مخاطب که رسول باشه بیانگر این هست که شخصیت رسول از شخصیت فرستنده‌ای که این رسول رو فرستاده و این کتاب رو داره به اون میفرسته یا به اون انتقال داده کاملا مستقل هست. البته ابعاد مختلف دیگری هم در قرآن کریم وجود داره که بیانگر مستقل و مجزا بودن کلام قرآن کریم از رسول هست، یعنی کلام بر رسول نازل میشه و این کلام رسول نیست، کلام فرستنده این رسول هست که الله متعال هست. اسلوب های مختلفی که در قرآن کریم وجود داره، چه در وصف فرستنده که الله متعال باشه و چه در خطاب اولیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن، یا چه در بحث گاهی انتقاد رسول باشه، چون هیچ انسانی خودش رو نقد نمی کنه ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد انتقاد قرار گرفته میشن در مواردی که این خودش یک نوع دلیل و حجت هست بر متمایز بودن فرستنده که الله متعال باشه از رسولی که متلقی یا گیرنده وحی باشه. خطاب با پیامبر شروع شد صلی الله علیه و سلم و به بعد از دو پاراگرافی که پاراگراف دوم هم باز مخاطب پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن که این الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، چون ها رو انذار بدی انذرته، بازم مخاطب پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن و میاد بحث منافقین که پاراگراف سوم هست به طور مستقل خطاب گم میشه و عمومیت وصف مخاطبین مطرح میشه، بعد خطاب عمومی میشه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از عام شدن خطاب دوباره خطاب برمیگرده پیامبر صلی الله علیه و سلم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این آیه در ادامه آیه 29 میاد که وصف موقعیتی رو یا حقیقتی رو قرآن کریم کرد که انسان در واقع اون حقیقت رو چون فراموش میکنه مسیر خودش رو از یاد میبره. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه شما از یاد میبرید و باور نمیکنید، باور ندارید اللهی رو یا کلام اللهی رو یا دین اللهی رو که شما رو ایجاد کرده
مرده و دید شما رو زنده کرد، دوباره میمیرونه، دوباره زنده خواهد کرد، نمیپذیرید، در حالی که به سمت او هم برخواهید گشت. او بود که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. او بود که برای شما زمین رو مهیا کرد، تمام اون چیزی که در زمین بود برای شما آفرید و به همین صورت آسمان رو هم برافراشت، باز هم با تناسب نیازی که براتون حیات میسر بشه در زمین. و او باز بر هر چیزی، بر هر اون چیزی که در این زمین وجود داره و اون چیزی که شما با اون سر و کار دارید و اون چیزی که در زمین اتفاق میفته آگاه و عالم هست، به کل شیء علیم، هیچ چیزی از اون ازش غافل نیست. بعد از یادآوری این قضیه میاد موضوع رو ریشه‌ای تر با خطاب ابتدا، یعنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم، مطلب رو از آغاز یا از بد و خلقت میاره که چگونه تو ای انسان آفریده شدی و چه نعمتهای معنوی در درون تو ما نهادیم و زمینه رشد تو رو فراهم کردیم و بعد از این باز برات رسالتی رو میفرستیم که این رسالت در تکمیلی این زمینه های معنوی درون تو که با علم و آگاهی تأسیس میشه مسیر صحیح رو برای تعیین کن هست. همون اللهی که این جهان رو آفرید و برای تو آفرید، تناسب حیات تو، محیط زیستی رو آفرید که این محیط زیست و حفظ این محیط زیست امروز دغدغه همه انسان ها شده، همون الله، همون خالق هست که از ابتدای خلقت، از بد و خلقت برات مسیر رو مد نظر قرار داد، پیش رود گذاشت تا اینکه با اون مسیر سعادت و خوشبختی رو به دست بیاری. هم در دنیا تناسب و هماهنگی با جهان آفرینش داشته باشی، با اطرافت و برات همه چیز رو مهیا کرد، و هم مسیرت به سمت سعادت و خوشبختی بره. در این آیات یا در این مجموعه آیات این صفحه قرآن کریم که در ارتباط با در با توجه به این که عموما قرآنی که دست دم دست هست، خط عثمان تا آه هست، صفحه ششم قرآن به شمار میاد، مختصر داستان رو از ابتدای بعد و مسئولیت، واگذاری مسئولیت به انسان تا انتهایی که مسیر مسئولیت یا نهایت ادای این مسئولیت و خاتمه این مسئولیت برامون در بسته بسیار مختصری میاره و اون چه که در مسیر ادای این مسئولیت یا وظیفه شناسی مانع مسیر درست، حرکت درست میشه، اون رو برامون یاد آور میشه. در آیه سیومه که اولین آیه این بخش قرآن هست یا سوره بقره هست، چندین مطلب هست که همه این مطالب به خاطر فهم نادرست، خیلی از این حال بهتر بگم بهتره، فکر و اندیشه توحیدی رو به شرک منتهی کرده و به همین صورت عبودیت الله رو به عبودیت غیر الله مبدل کرده. از اونجایی که ابتدای بخش قبلی قرآن با عبودو شروع میشه، اینجا در واقع تأسیس عبودیت و اطاعت صحیح نظام الهی رو به این صورت میاره که و اذ قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. آنگاه که الله پروردگار تو به ملائکه گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جایگزینی رو میذارم. من واژه خلیفه رو جایگزین گفتم به خاطر اینکه بحث مفصلی رو این واژه داریم که جانشین
خیلی ها فکر کردن یا تفسیر کردن متاسفانه به خطا که مثل این که برای خودش جانشینی خداوند نعوذ بالله تعیین کرده، در نتیجه اونچه که معنای صحیح و درستش باید در اینجا معادل سازی بشه در فارسی جایگزین متناسب بهتری رو میتونه داشته باشه. من در زمین جایگزینی رو میخوام بذارن. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخواید درش کسی رو بذاری که فساد بکنه و به همین صورت موجب خون ریزی بشه؟ و نحن نسبح و به حمدی که در حالی که ما تسبیح تو رو با حمدت میگیم و تو رو به پاکی یاد میکنیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون، گفت که من میدونم اون چیزی رو که شما نمیدونید. این آیه مطالب بسیار زیادی رو داره که تأمل کردن روی این مطالب خیلی از امور رو در ذهنمون یا در مسیر زندگیمون روشنگری میکنه و از جهت دیگه خیلی از شبهات رو هم میتونه برطرف بکنه. اول البته آیات کاملا مرتبط هست، نمیشه تفکیک کرد، ولی طبیعت قرآن اینطوری هست که به طور مستقل نگاهی به آیه کنید، براتون بار معنایی عمیق داره و با آیات اطراف آیات رو بررسی کنید، وسعت معنا براتون روشن میشه. در نتیجه به تنهایی هم معنا و عمق معنا داره و با ارتباط با آیات دیگه وسعت معنوی رو در بر داره. در نتیجه هم میشه آیت رو به طور عمیق به طور منفرد نگاه انداخت بهش و هم میشه در ارتباط با آیات بعد و قبل. اگر ما بخوایم واژه به واژه برای در این آیه توقف داشته باشیم، اولین واژه‌ای که جلومون هست واژه رب هست که میتونست بشه اتقال الله للملائکه، ولی اینجا واژه رب رو میاره و تناسب واژه رب با سیاق آیه یادآوری این هست که ربوبیت الله متعال یعنی مدیریتش و حاکمیتش و سلطش بر جهان آفرینش بنیاد و اساس این جاعل فی الارض خلیفه است، یعنی اون اللهی که در واقع این خلافت رو یا این جایگزینی رو برای انسان تعیین کرده، اون الله رو به عنوان رب وقتی که قلم داد کنیم به طور طبیعی موقعیت خودش رو انسان به درستی خواهد تونست درک بکنه و به همین صورت مقام و جایگاه الله متعال رو هم به همین صورت خواهد تونست به درستی در نظر بگیره و از یاد نبره. در ارتباط با واژه رب هم ما در اسماء الله الحسنا مفصل صحبت داشتیم که هم بحث خلقت در ربوبیت مطرح هست که رب یعنی اون کسی که خالق هست و اون خالقی که پرورش دهنده هست از مرحله تا مراحل بعدی، و هم درش مالکیت هست، در ملکش هست، و هم درش مدیریت هست. یعنی سه مطلب به هم پیوسته رو واژه رب در بر داره. اون موجودی که به طور تدریج یا به طور مرحله بعد از مرحله خلقت رو ایجاد کرد، خلق رو ایجاد کرد، ایجاد کننده ی حکیمی که تمام مراحل مختلف تکامل خلق رو زیر نظر خودش داره، اون موجودی که این خلقت
تکاملی متکامل رو در ملک خودش داره و اون موجودی که این خلقت رو در فرمان روایی و در اداره خودش داره. هر سه معنا در یک وقت با هم هست. وقتی که میگیم ربک و ربنا، در واقع هر سه این مطلب رو مد نظر داریم که اون موجودی که ایجاد کننده ماست با تمام جزئیاتی که وجود ما به دست آورده یا در وجود ما ایجاد شده و به همین صورت مراحل مختلف تکاملی که داشتیم در خلقت از نطفه تا مرحله تکمیلی که عقل سالم و توانهای مختلف فکری و علم و دانش ما داده شد تا ادارهی که الله متعال با قانون و نظامی که برای اون فرستاد اداره ما رو در دست خودش یا بر عهده خودش گذاشت تا اینکه اختلالی در این زمینه پدید نیاد. این اولین نکته ای که جای توقف رو داره. نکته دوم این هست که به ملائکه این موضوع، اولین افرادی که اطلاع پیدا میکنن یا این مطلب طرح میشه که روی در زمین جایگزینی رو مقرر میکنیم، ملائکه هستن. ملائکه موجوداتی هستند که در اطاعت و عبادت پروردگار متعال حیات زندگی اونها حصر شده است. هیچ گونه استقلالی ندارن، بلکه به عنوان خلائق مطیع پروردگار متعال یا سربازان عابد و مطیع رب ذوالجلال به شمار میرن. اونطوری که الله متعال بهشون امر میکنه همونطور انجام وظیفه میکنند. به اطلاع دادن به اونها یعنی اینکه این خلائق یا ملائکه وظیفه خودشون رو در قبال این مخلوق باید مد نظر قرار بدن. به طور طبیعی هر مخلوقی که برای امر معینی مسئولیتی رو داره در ارتباط با مسئولیت اون بهش اطلاع داده میشه. ملائکه در اینجا نقش مختلفی در مسئولیت پذیری یا ادای مسئولیت نسبت به انسان ها دارن. ما میدونیم که ما هم ملائکه در بحث رزق و روزی، هم در بحث تنفیذ اوامر الهی در زمینه های متعدد، هم در بحث مرگ و میر و حیات، هم در بحث ارسال رساندن وحی در زمینه های مختلف، کلن اوامر الهی، تنفیذ کننده اوامر الهی ملائکه‌ای هستند که دست به سینه در مقابل امر الهی به طور دائم و ثابت وجود دارند. نظام الله متعال در خلق است. به اینها اطلاع داد الله متعال، اونها میگن اینی اتجعل فیها. قبل از اینکه داخل این جمله بیاییم که گفته ملائکه رو نگاه بندازیم، جمله‌ای که جای بحث و تأمل بیشتر داره جمله‌ای هست خبری که الله متعال به اینها میگه اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جایگزینی رو مقرر میکنم. من در زمین جایگزینی رو مقرر میکنم. جایگزین یا جانشین بگیم اگر درست بفهمیم معنای جانشین رو، در زبان عربی به معنای ادای وجود و مسئولیت در جای فرد دیگر تلقی میشه. از اونجایی که بین همه موجودات فانی هستن و در
محدوده زمانی و مکانی معین وجودشون ثابت هست، نمیتونن وسعت بدن، نه محدوده زمانی خودشون رو نه محدوده مکانی خودشون رو. در نتیجه وقتی که از بین رفتن زمانشون سپری شد، به طور طبیعی جایگزین چیزی دیگه میشه. و به همین صورت از اونجایی که محدوده مکانی دارن، محدودیت توانی دارن، توانشون و قدرتشون در محدودیت هست، باز هم در اونجایی که وجود قدرتشون و نظارتشون و اداره اونها دچار محدودیت میشه و نقص میشه، باز هم جانشین براشون اهمیت داره و جانشینی خلع رو پر میکنه. این نقص انسانی هست. در ارتباط با الله متعال، نه زیبنده مقام الله متعال هست و نه این توان مخلوقی هست که جای الله نعوذ بالله رو بگیره. به طور طبیعی آیه بعد هم در واقع تأکید این موضوع رو داره، همین جمله بعد البته. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که آیا در این واژه خلیفه، جانشین، آیا اومده من جانشینی برای خودم میخوام روی زمین بذارم؟ آیا خداوند متعال این جمله رو در جای آورده که اريدان اجعل في الارض اني جاعل في الارض خليفه مني وعني؟ و این خلافت، آیا خلافت یعنی جایگزینی یا جانشینی الله هست یا از طرف الله هست، از جانب الله هست؟ و اگر بگیم خلیفه الله یعنی خلیفه ای که جای الله رو گرفته یا از جانب الله تعیین شده، به طور طبیعی گفتیم که این صفت رو به الله متعال نسبت دادن صفت نقص هست و در تعارض است با تقدیس و تسبیح پروردگار و مقامی که به طور مکرر آیات متعدد این موضوع رو تأکید دارن. در قرآن کریم به طور مکرر تأکید بر دو موضوع با کثرت مشاهده میشه. اول، لله ما فی السماوات ما فی الارض، مالکیت آسمان ها و زمین از الله متعال است. دوم، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی اون اقتدار داره، بر هر چیزی سلطه و حاکمیت داره. إليه يرجع الأمر كله، إلى الله ترجع الأمور. این آیات با الفاظ مختلف، یعنی این دو معنا رو با کثرت تأکید میکنه، یعنی اینکه اون اللهی که خلق کرده، البته در معنای رب هم این وجود داره، ولی در معنای صفت ملک یا مالک که باز هم در جزء صفات تکمیلی در واقع کمال الوهیت الله رو در بر داره، این دو موضوع با کثرت تأکید میشه تا اینکه جای هیچ گونه شبهه‌ای باقی نمونه که مقامی که انسان و شایسته انسان هست مقام عبودیت هست، نه خلافتی که جایگزینی و جانشینی الله رو نعوذ بالله مدعی باشه. برخی از مفسرین متاسفانه دچار اشتباه به این معنا شدن که خلافت رو برای الله، یعنی جای الله نسبت دادن، ولی به طور نه حقیقی، بله گفتن معنای مجاز هست. مجازی به معنای به این معنا که نه اینکه جانشین الله به جای نعوذ بالله خدا که این شایسته الله نیست، بلکه به این معنا که مثل اینکه الله تکریم میکنه بشر رو و مثل جانشین میگه تو مثل جانشینی من، حکم من رو تطبیق میدی، که اون خلیفه در واقع اون کسی هست که تطبیق دهنده و تنفیذ کننده حکم حاکم رو بر عهده میگیره. که این معنا در اگر چه گفتم با تفسیر مجازی اومده و هیچگاه درش خلافت یا جایگزینی خلاف یا ولایت تکوینی با حاکمیت تکوینی وجود نداره در این تفسیری که برخی آوردن، اما حتی
تفسیری که در صورت شکل مجاز هم مطرح شده باز هم درست نیست و هیچ گونه تناسبی با قرآن کریم و آیات قرآن کریم نداره. برای اینکه ما این مطلب رو بهتر بگیریم یا بهتر در سایه آیات متعدد این مطلب رو بفهمیم، بد نیست که به خود قرآن بگردیم و ببینیم که کلن این واژه خلیفه یا خلافت رو قرآن کریم به چه صورت آورده، آیا به معنای این آورده که ما نعوذ بالله جانشین خدا هستیم که این جانشین رو انجام نمیدیم یا کسی انجام ند، خیلی اصلا زیبنده ای انسان نیست که مقام الله رو بتونه مدعی بشه، یا این که این جانشینی به معنای این که موقت هستیم، افرادی بودن رفتن و ما به جای اونها اومدیم و خواهیم رفت، افراد دیگه جای ما خواهند اومد، به همین صورت این نظام جایگزینی یک نظام مستمر و دائم وجود داره و وجود خواهد داشت تا قیامت و هیچ کسی براش خلود و جاویدانگی نصیب نخواهد شد و در تقدیر نظام الهی این موضوع وجود نداره. دلایلی که در این باب داریم، باز گفتیم از قرآن کریم، موارد متعددی هست که بر این مطلب یا این مفهوم دلالت میکنه. یکی از مواردی که کاملا مطابق با این آیه، موازی با این آیه میاد، آیه 26 سوره صاد هست که الله متعال به داوود علیه السلام این پیام رو میده که یا داوود انا جعلناك خلیفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. داوود، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، جایگزین یا جانشین قرار دادیم در زمین، فاحكم بين الناس بالحق، بین مردم با حق و حقیقت، با عدالت و انصاف حکم بده و پیروی هوا نکن که تو رو از راه الله منحرف خواهد کرد، به میل خودت، یعنی بهتر تعبیر دقیقش اینه که به میل خودت عمل نکن، بلکه بر اساس نص و بر اساس حکم الهی انجام وظیفه کن تا اینکه از مسیر الهی خارج نشی. اتباع هوا در واقع با میل خود اعمال وظیفه کردن هست. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اون کسانی که از راه الهی منحرف میشن عاقبت شدیدی دارن، عذاب شدیدی دارن، به خاطر اینکه نهایت مسیر خودشون رو از یاد بردن که اون یوم حساب است. این آیه هم خیلی ها در موضع استدلال دارن بر اینکه خب داوود جایگزین یا جانشین خداوند اونو معرفی میکنه، جانشین من هستی تا اینکه حکم من رو تطبیق بدی، تنفیذ کنی، و تاکید میکنه خداوند متعال که از حکم من خارج نشی که اگر خارج شدی عاقبت و نهایت وخیمی رو خواهی داشت. در واقع اگر ما بخوایم این آیه رو به درستی و حقیقتی که قرآن داره بیان میکنه رو به درستی در ذهن تصور کنیم، باید بگردیم بازم به سوره بقره که قصه داوود رو برامون کاملا روشن در 251 در ضمن داستانی که در ارتباط با تالوت و جالوت میاره برامون میاره که داوود فرمانده سپاهی بود که تالوت حاکمیت رو بر عهده داشت، در این فرماندهی موفقیت رو به دست آورد و سپاه دشمن که جالوت باشه رو شکست داد و الله متعال حاکمیت رو به اون انتقال داد و به همین صورت علم و ممایشا، آیه 251 سوره بقره. در نتیجه با این قصه داستان
جالوت و داوود و تالوت رو در سوره بقره میتونید مفصل نگاه ببینید، ولی مختصر این موضوع در اینجاست که حاکمیت و سلطه دست حاکم ستمگری هست که بنی اسرائیل، مجموعه بنی اسرائیل که زیر این نظام دارن زندگی میکنن، از نبی خودشون میخوان که دعا کن که پروردگار متعال برامون حاکمیتی رو مقرر بکنه که زیر چتر این حاکمیت بتونیم جهاد کنیم و از این ذلت و خاری بیایم بیرون، که خداوند متعال براشون تالوت رو به عنوان حاکم میفرسته و این خودش چندین مطلب رو داره که خیلی از انبیا حاکمیت و سلطه اداری و سیاسی ندارن و لازم نیست که هر انسانی که در و انجام وظیفه دینی وظیفه مسئولیتی رو داره حتما بعد حاکمیت رو هم از نظر سیاسی به عهده داشته باشه. حاکمیت سیاسی یک سلطه ای هست که به طور مستقل نیاز به امکانات و شایستگی های فردی و ذاتی داره. بر این اساس اون چی که اتفاق میفته اینه که الله متعال براشون حاکمی رو مقرر میکنه، در ضمن این سیستم حاکمیت فرمانده ای است به نام داوود که در ادامه تداوم درگیری که بین سپاه داوود و سپاه جالوت محقق میشه، موفقیت رو داوود به دست میاره و داوود با پیروانش یا پیروان نبی که باش وجود داشتن قوت یا سلطه و حاکمیت رو به دست میگیرن و در نتیجه خداوند متعال این مجموعه رو جایگزین اون مجموعه میکنه، یا بگیم داوود رو جای جالوت بر سلطه حاکمیت مینشونه. این کل داستان هست. برادرم پشت خط هستن، آقای محمد سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم استاد ویرام. و علیکم السلام ورحمت الله. بخیر هستید ان شاء الله. ممنون، سلامت باشید. استاد ویرام، من دو سوال از شما داشتم. درباره همین بحث خلافت بود. که بالاخره اون الان ما در دنیا خلافت‌های مختلفی می‌بینیم. دموکراسی هست، پادشاهی هست، در همین ایران خودمون هم پادشاهی بود، هم الان جمهوری اسلامی هست، مختلفه. این مدلی که بهتر از همه است، مدلی که قرآن و سنت به اون هدایت میکنه، اون چیه؟ این یک سوال اولم. سوال دومم که این بعضی از شما من شنیدم میگن که این حکومت پادشاهی هم خلافت پادشاهی که قبل از این جمهوری اسلامی بود اون خوب بود برای اهل سنت. اون میخوام ببینم که حقیقت داری نداری این شما به ما بگید. میگن آزادی زیاد بوده، اذیت نمی کردن اینا. اگر شما ما اینو توضیح بدید بالاخره سنیت شما گذاشته، ما جوانیم اطلاعات از شما بگیریم بهتری. تشکر میکنم. ممنون از لطف، از زنگ تماستون و اینکه پیگیر برنامه هستید. انشاءالله که پاسخون در این باب رو هم خواهیم داد انشاءالله. بیننده دیگری پشت خط هستن، آقای خودتون معرفی کنید عزیز. دوستت خودتون معرفی کنید. مثل این صداتون قطع وصل میشه، دوباره زنگ بزنید. ممنون میشیم. بله، بسیار خوب، اینو انشاءالله این مطلب رو تکمیل بکنم بعد جواب دوست عزیز محمد رو هم خواهم داد. بر این اساس اون چی که روشن هست اینه که خلیفه شدن داوود به این معناست که به جای حاکمی که وجود داشت قبل از داوود، ایشون الله متعال بهش توفیق و نصرت داد که جایگزین یا به جای او حاکمیت رو به دست آورد. وقتی که ما میگیم خلفای راشدین، میگیم خلفای راشدین به خاطر اینکه به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه مدیریت جامعه اسلامی رو در مدینه و به همین صورت مناطقی که زیر مدیریت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت رو به دست آوردن.
و حتی این واژه رو در ابتدا به طور فقط نمیگفتن خلیفه، بلکه میگفتن خلیفه رسول الله. و وقتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوت کردن، تعبیر به این صورت شد که گفتن خلیفه رسول الله. و چون این سلسله داشت طولانی میشد که باز بعد میگن خلیفه، بعد از این اصطلاح امیرالمؤمنین رواج پیدا کرد که به عنوان خلیفه به عنوان امیرالمؤمنین شناخته میشد. در نتیجه اصل اون چیزی که به عنوان اصطلاح خلافت یا خلیفه ما در قرآن داریم، جایگزین بودن یا جانشین شدن یا بر جای مخلوقی مثل خود موقعیت رو یا حاکمیت رو به دست آوردن هست. بذاری تا نمونای مختلفی از قرآن کریم رو براتون ذکر کنم تا دقیقا این مطلب رو برامون میاره به طور مکرر، نه یک جا بلکه چند جا. در ارتباط با قوم بنی اسرائیل، آیه 129 سوره اعراف برامون به این صورت میاره که پروردگار بنی اسرائیل وقتی که در شرایط بسیار سختی قرار میگیرن و موسی هم اونا رو نوید میده این که الله متعال شما رو نصرت خواهد داد در مقابل تهدیداتی که فشاری که از جانب سلطه و حاکمیت برتون وارد هست، از حضرت موسی این نقل میشه، میگه قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. موسی به قومش گفت که از الله کمک بخواید و صبر کنید، زمین مال الله هست، بر کسی که بخواد رو وارث میکنه، عاقبت هم از متقین هست. اینو گفتن قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. قبل از اینکه تو بیای هم ما در زیر سلطه ستمگر بودیم و بعد از اینکه اومدی هم باز هم این استمرار پیدا کرد، این ستمگری حاکمیت فرعون. الله موسی جوابشون میده، میگه قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، به این امید هستم که الله متعال دشمن شما رو هلاک بکنه، و یستخلفکم فی الارض، و بعد از این شما رو به عنوان جایگزین یا خلیفه در زمین مقرر کنه. با یهلک عدوکم یعنی به جای دشمن شما حاکمیت رو به دست بیارید. فینظر کیف تعملون، بعد از این خواهد دید الله متعال، شاهد خواهد بود به عمل کرده شما. این نمونه دومی هست که باز هم بحث خلافت میاد که یک مجموعه یا یک حاکمیت یا سلطه وجود داره، از بین میره و سلطه به دست افراد دیگه میفته و اونها هستن در واقع خلیفه یا جانشین یا جایگزین اونها. ببینید به همین صورت ما در سوره اعراف به طور یاد آور، یعنی در قالب یاد آوری از زبان هم حضرت هود و هم از طرف حضرت صالح، این جمله رو میبینیم که یاد آوری میکنن به قومشون که بیاد بیارید که الله متعال چطوری قبل از شما اقوامی رو هلاک کرد و شما رو جایگزین اونها کرد. از یاد نبرید، فراموش نکنید و نعمت پروردگار رو همیشه بیاد داشته باشید. در این باب ببینید اولین مورد آیه 74 سوره اعراف، واذكروا اذ جعلكم، اگر بله، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، بیاد بیارید
این بعد قوم سمود هست که نبیشون میگه بیاد بیارید که الله متعال شما رو بعد از قوم عاد، بعد از قوم عاد شما رو جایگزین یا جانشین گذاشت. اینجا کاملا روشن هست، بعد عاد یعنی جایگزین یا جانشین الله نیست، بلکه بعد از عاد هست. و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، شما رو در زمین جا داد، به شما پناه داد که از مناطق هم سطحش کاخ ساختید و کوها رو هم براتون خونه ساختید، بیاد بیارید نعمت های الله رو و در زمین فساد نکنید. این یک مورد دیگری هست که باز هم عین این مطلب رو در بر داره که الله متعال قومی رو هلاک میکنه و قومی دیگر رو به جاش میاره و این جایگزینی یا نقل انتقال قوم با قوم رو با معنای خلافت یا جایگزینی یا خلیفه قرآن کریم تعبیر میکنه. مثل این آیه سوره انعام هست که به طور کامل میگه، یک بسته کامل رو برامون میاره، میگه هو الذی جعلکم، آیه 165 سوره انعام هست، هو الذی جعلکم خلائف الارض، اون هست که شما رو جایگزین در زمین گذاشت، و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و برخی از شما رو در بر بعضی ها امکانات بیشتری رو، مقایت های بهتری رو براش فراهم کرد، لیبلوکم فی ما آتاکم، تا اینکه شما رو آزمایش بکنه در ارتباط با اون چیزی که شما دارید. این اون چیزی که دارید، داشته های شما، حاکمیت میخواد باشه یا قدرت باشه، ثروت میخواد باشه، هیچ کدوم از اینها دلیل بر فضیلت شما نیست، بلکه همه اینا آزمایشی هست. اون کسی که داره هم آزمایش میشه، اون کسی که نداره هم آزمایش میشه، اون کسی که داره آزمایشش سختتر هست و اون کسی که نداره به طور طبیعی آزمایشش از نوع دیگه هست. این در نهایت با این ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، در نهایت اینجاست که الله متعال محاسبگر هست، نهایت حساب و کتاب در دست او هست و غفور و رحیم هست در کوتاهی هایی که انسان انجام بده و به این کوتاهی ها اعتراف رو حتما داشته باشه. دقت کنید، این آیات و نمونه های مختلفی دیگری که از این نمونه، از مثل این نمونه آیات در قرآن کریم وجود داره، همه اینها برامون مطلب بنیادینی داره و اون این هست که ما در جمله خاتمه همین آیات سوره بقره که الان خواهیم خوند، انشاءالله در جلسه علت این جلسه که ما نخواهیم تونست بهش برسیم، در خاتمه آیات در آیه 36 میگه که ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. در واقع این آیه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، در واقع تفسیرش رو همون آیه 36 داره میکنه که لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، شما وجودتون در زمین، قرارتون در زمین، وجود شما در زمین تا یک وقت معینی تعیین شده است، متاع الی حین. یعنی اینکه عده‌ای میان، عده‌ای میرن و عده‌ای هیچ کسی تایدار و دائم نیمونه. تأکید بر این که بر این بحث یا بر اصطلاح خلافت نه به این معنا هست که ما جایگزین یا نشین نعوذ بالله الله باشیم، بلکه بر این هست که کسانی بودن و رفتن، خلائقی بودن و رفتن و ما به جای اونها اومدیم و ما خواهیم رفت، ادی دیگه هم خواهن اومد. در نتیجه هیچگاه اون چی که داریم رو، در اون چی که در اختیار داریم رو فکر ابدی و دوام رو براش تصور نکنیم. امانتی هست
و بدونیم که این امانت روزی از ما اخذ خواهد شد، این در ادای این امانت خیانت نکنیم. کل مطلب در اینجا هست. اما اون مفهومی که درش جایگزینی یا جانشینی الله هست، حاکمیت و سلطه الله رو به کسانی نسبت میدن چه در قالب تکوینی و چه در قالب تشریعی، هیچ وجه شرعی نداره. و این فکر اندیشه اگرچه در قلات متصوفه وجود داره و در بقیه ادیان و مذاهب انحرافی هم متاسفانه این موضوع بنیاد شرک رو تشکیل دهنده هست، بلای تکوینی در تشیع و به همین صورت در تمام ادیان مختلفی که ما در جهان داریم، این مطلب یا بنیاد و اساس تفکر آلوده به شرک از اینجا آغاز میشه که ادعی مدعی میشن که ما ولایت یا خلافت حاکمیت الله رو داریم، در نتیجه تصرف در اختیار ماست و نظام و قانون هم و اداره هم ما شایستگیشو داریم و الله متعال به ما سپرده هست. این جا ابتداء شرک هست و ابتداء مردم رو به عبودیت خود کشاندن هست و از عبودیت خالق بیرون آوردن هست. برمیگردیم بر این که پیام به ملائکه داده شد و انسان هم اولین انسان یعنی آدم بود. این خلیفه بودنش آیا به معنای این نیست که قبل از این موجودی بوده؟ بله، میتونه. یکی از گزینه‌هایی که مفسرین هم ذکر کردن اینه که قبل از انسان موجودات خلایق دیگه‌ای بودن، برخی گفتن جن بودن، برخی گفتن الان در علم هم آثاری داره کشف میشه که خلایقی از انسان با حجم جسمی بسیار بزرگتر از انسان بودن که منقرض شدن. ولی خب این بحثی هست، جزو مسائل و اموری هست که جمله غیبیات قرآن به شمار میاد و اظهار نظر کردن تا زمانی که دلیل قاطعی وجود پیدا نشه کاملا زن و گمان زنی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این ارتباط برامون مطلبی رو روشن نکردن، چون نیازی نیست دونستن این مطلب. ولی اگر فردا علم ثابت کرد که موجوداتی بودن و البته یک سری دلایل و اشاراتی به دست اومده، ولی قاطعانه نمیشه روی این موضوع نظر داد. اگر فردا علم ثابت کرد که بله موجوداتی قبل از انسان در زمین بودن، خب طبیعتاً این اعجاز قرآن رو میرسونه که به طور زمینی قرآن کریم این مطلب رو یاد آوریش کرده یا در بر داره. ولی خب ما هم زیاد کنجکاو نمیشیم، چون این موضوع هیچ گونه بحث مسئولیت تعیین کن برامون نیست، تعیین مسئولیتی برامون نمی کنه. شما بدونیم که قبل از ما کسی بوده و چه ندونیم، و چه بدونیم که کی بوده و ندونیم، هیچ تأثیری در این که وظیفه ما عبودیت الله هست نداره. اون چی که مهم هست اینه که اون الله جائلون فی الارض، اون الله ما رو گذاشته مقرر کرده، اون الله خلقمون کرده آفریده. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اون الله ما رو آفریده و قبل از ماها رو هم او آفریده. خب من قبلكم شاید همون بندگانی باشن که گفتیم در زمین بودن و منقرض شدن. به هر حال این نکته جزء نکته هایی هست که جزء اسرار قرآن هست، جزء متشابهاتی هست که نیازی به وارد شدن به اون نداریم، چون وظیفه ما در اینجا تعیین در گروه تعیین کردن مطلب این جمله نیست. ولی اون چی که برای اون مهم هست این پیام هست که اون الله متعال خلق کرد، آفرید ما رو و اون ما رو مقرر کرد و اینجا گذاشت. در نتیجه الان که اون گذاشته، او ما رو به ما این موقعیت رو داده، در نتیجه عبودیت و اطاعت او برای ما واجب میشه و فقط او هست که صلاحیت و شایستگی اطاعت و عبادت رو داره. مختصر این نکته‌ای هست که ما باید در ضمن این آیه
بگیریم انی جائن فی الارض خلیفه. اما قول ملائکه که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اولا یفسد فیها یک بخش برمیگرده به وصف منافقین که در بخش دوم سوره بقره اومد، اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، اینجا هم اشاره به اون داره که این چنین طیفی پیش بینی میشد. ملائکه از کجا میدونستن که این چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با تجربه ما قبل یا تجربه درون خلقت در یا اون چیزی که در درون میدونن؟ الله اعلم. باز هم نیازی به داخل شدن نیست، ولی مهم اینجاست که الله متعال اعلم العالمین هست و احکم الحاکمین هست. این اتفاق افتاد، یعنی میفته، یعنی انسان خون ریزی میکنه و به همین صورت فساد هم میکنه و کرده، ولی الله متعال حکیم هست و میدونه. اینی اعلم و ما لا تعلمون، این کار من هست و من میدونم که اون چیزی که شما نمیدونید. جمله و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک در حقیقت جمله نه از حسادت برمی انگیزه، نعوذ بالله، چون مطیع هستن، و نه از رقابت که باز هم ملائکه بندگان مطیع پروردگار هستن، بلکه در اینجا اطاعت رو میرسونه، نه رقابت و نه حسادت بلکه اطاعت. یعنی ما دست فرمان تو هستیم، هر طوری که میگی، هر طوری که ما شما میفرمایید، هر طوری که شما عمل میکنیم، ما فقط اطاعت و عبادت تو رو میکنیم. جمله این نیست که مدح خود باشه، بلکه این جمله تعبیر این رو میکنه که ما کاملا دست به سینه هستیم، تو رو پاکی یاد میکنیم، هیچ اعتراضی نداریم، هر طور عمل میکنی و هر طور که میفرمایی ما تابع امر تو هستیم. برمیگردیم با در پایان برنامه به سوالی که بیننده عزیز مطرح کردن که چه نوع خلافتی مورد تأیید دین هست. خلافت علی منهاج نبوت هست که مورد تأیید دین هست و لزومی هم نداره که این خلافت به چه صورتی یا این حاکمیت به چه صورتی به دست کسی بیاد. به هر شکلی که بیاد، در به هر حال اونچه که پسندیده هست و اونچه که اهمیت داره این هست که حکم با عدالت باشه و با شریعت باشه. اونجایی که اختلاف هست عدالت حاکم باشه و اونجایی که نظام هست شریعت حاکم باشه، شریعت پروردگار متعال. عمر ابن عبدالعزیز با ارث حکومت رو به دست آورده بود، ولی به عنوان خلیفه راشد شناخته شد، چون هم درش عدالت در زندگی و سیرت دو سالش ثبت شده هست و هم اطاعت شریعت پروردگار متعال. در هر راه از هر مسیری که حکومت به حاکمیت به سلطه به دست کسی اومد تفاوتی نداره، چه میخواد با رأی مردمی باشه و چه میخواد به گونه دیگه باشه، مهم اینجاست که عدالت و اجراء شریعت الهی در ضمن عمل کرد و نظام حاکم امر محوری و بنیادین باشه. این دو وظیفه مهم است. روش انتخاب چیزی نیست که محدودیت شرعی درش وجود داشته باشه. ادامه مطالبی که در این بخش از سوره وجود داره رو انشاءالله در برنامه آینده، در هفته آینده انشاءالله با هم بهش خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Kita
وليتذكر أولو الألباب.